سیاست اقتصاد صنعتی برای ایران در سال 2011 Industrialization politics for Iran in the year 2011 Industrielle politik or industrialisierungspolitik für Iran im Jahre 2011 من بدین وسیله اونجایی که تخصص دارم صنعتی کردن ایران رو توضیح میدم از نظر خودم که اون رو از چه طریقی من فکر میکنم اولی بکنیم اولین کار اینه که ما باید در ایران دانش ستیزی رو بذاریم کنار و دموکراسی بیاد و سکولاریسم یعنی اگه دین رو با حکومت و دولت قاطی بکنیم خود دین هم چپه میشه که چنان که شده اعتقادها به دین اسلام اسلام شیعه بین رفته 90% یا 95% کسایی که نماز میخوندن روزه میخوندن به خدا اعتقادش نگه داشتن به دین اسلام شیعه اعتقاد دیگه نست پس این به صلاح دولت محترم جمهوری اسلامی که ما آن را محترم مینامیم نیست برای اینکه ما بیاییم به طرف صنعت باید اول سکولاریسم به وجود بیاد ما باید 10 تا دانشگاه صنعتی به وجود بیاریم با استاندارد بالا در بهترین قسمت ها با همکاری دانشگاه های تراز اول دنیا و در اونها در وهله اول اونهایی که دکترا دارن بعد از اینکه زبان یاد گرفتن که اکثر کسایی که دکترا تو ایران دارن دکتراشون قبول نیست چون دکترا برای ایران استاندارد اروپایی و آمریکایی و اینترنشنال نیست اینا رو زبان حداقل یاد بگیرن و بعد وارد بشین بعد اپگریدین بکنیم یعنی این آقایون رو بفرستیم سالی 1000 نفر به خارج در دانشگاه های آلمان، آمریکا، فرانسه، کانادا هر جا که بهتر به ما سرویس میدهد و سنتش بیشتر است اونجا یاد بگیریم بعد بیاریم ایران دانشگاه بذاریم بعد میاییم به اینکه ما 40% کارخونه همون داره کار نمیکنه وایستدن قشنگ بیکار وایستدن سرمایه گذاری 40% سرمایه گذاری ایران در 30 سال اخیر کار نمیکنه راه این چیست؟ راه این اول این اینه که اینا رو به پروداکتیویتی یعنی به تولید برسونیم تولید وقتی میشه که بهره 20% و 30% از بین ببریم این مسخره بازی نباید باشه در ایران این باز با سیاست کلی مالی و سیاست صنعتی دولت مرتبط میشه دوما بیایم ما برای وارداتمون یک سطحی قائل بشیم که اونو وارد نکنیم حتی اگر در ایران هم گرانتر باشد با کمک و سوبسیدهایی که دولت میدهد باید سعی کنیم که جلوی اینو بگیریم یا باید بیم توان و پروداکتیویتی رو ببریم بالا از طریق کارخونهای جدید همونطور که در آلمان بعد از جنگ دوم جهانی کارخونها مدرن شدن این کارخونهای مدرن رفتن کارخونهایی که مدرن نبودن انگلستان و آمریکا و غیر زالک داغون کردن رفتن از اونا جلو پس ما باید کارخونه های مدرن رو بیاریم برای اینکه کارخونه مدرن بیاریم باید برای اینا ما بازار درست کنیم برای اینکه بازار درست کنیم باید روابط بین‌المللیمون رو از دعوا و مرافع و فوش و فحاشی بیاریم بیرون ما اینجا لات محلی نیستیم ما یه مملکتی هستیم در سطح جهانی باید ارتباطمون رو با همه درست کنیم ما باید تجارتمون درست کنیم تاجر صنعتگر کارش دعوا و مرافع نیست فوش و فحاشی نیست این شیطان است اون شیطان است راست کج است چچ راست است این که نشد کار ما کارمون صنعت درست میکنیم بهترین ماشینا رو بهترین صادرات رو از تبریز بله بسم الله صادر بکنید دولت هم باید حمایت کنه از صادرات صادرات باید ازش حمایت بشه برای هر دلار یا هر اورو که صادرات میشه باید دولت یک درصد مشخصی رو به عنوان جایزه معین کنه بعد واردات از چین، واردات از هند، واردات از روسیه که خیلی رونق گرفته باید جلوش گرفته بشه برای اینکه شرف کاری تو ایران به وجود بیاد کارگر بتونه کار کنه باید بهش انقدر پول ما حقوق بدیم که این بگه که این دولت، این کارخونه مال منه چرا؟ برای اینکه اگر به اون ندیم شب نتونه اونقدر داشته باشه که بتونه زن بچهش اداره کنه عملی نیست بعد بیاییم از نظر تکنولوژی ماشین سازی اون رو درست کنیم ما ماشین سازی نداریم این مسخره بازیه یعنی ما اول باید شروع کنیم از کانستراکشن از ترسیم فنی ماشین آلات
این در ایران اونطوری که من در آلمان یاد گرفتم وجود نداره. اجازه بدن آقایون این رو ما بیاییم درستش کنیم. اینو ما میتونم درست کنم، پروفسوراش هم تو دست من هستن، دوستان من هستن، حرف شنویی دارن، پروفسور گولد هست، پروفسورهای دیگر هستن. این استدعا رو من از دولت مردای ایران دارم که اینقدر دانش ستیزی و مغز ستیزی نکنم، بذاره این کار بکنیم. اینا رفتن یه دونه ماشین موتور ملی خریدن، اصلا این موتور ملی آته، به درد نمیخوره چون مصرفش زیاده. تمام ماشین های ایران، اتومبیل های ایران که کار میکنه، اینا با دو برابر سه برابر مصرف کار میکنه. مگر میشه که آدم بیاد بنزین بیاره از خارج یا خودش درست کنه اون بنزین بده هم هوا رو آلوده کنه و هم که مصرف زیاد؟ پس باید یه موتور تازه‌ای با تولیدی که در حدود 1 میلیون باشه در ایران درست کنیم که مصرف اون حدود 4 لیتر باشه، 5 لیتر باشه، بیشتر نه در 100 کیلومتر. میریم سر دان، غیر از اینکه ماشین سازی یاد گرفتیم، بریم دیگه چه کار کنیم؟ بریم طرف IT، Information Technology، اینفورماتیک. چون مغز ایرانیا مغز اینفورماتیکه، اون رو پرورش بدیم، صادرات اینفورماتیک بکنیم. در 10 جای ایران که 10 تا دانشگاه درست میکنیم، 10 تا یکدی اینفورماتیک درست کنیم. نقطه بعدی، تمام بچه ها از کلاس حتی سوم باید کامپیوتر داشته باشن، از کلاس دوم باید کامپیوتر داشته باشن. دولت باید اینا رو سوبسید شده ارزون در اختیار اینا بذاره. این خودش یه صنعته برای 1 میلیون 2 میلیون بچه. ما در ساعت چیکار کنیم؟ کامپیوتر در اختیارشون بذاریم. نقطه بعدی، قسمت نانو تکنولوژی، صنعتی که آتی داره نانو تکنولوژی. بحثی ما در این نداریم که نانو تکنولوژی صنعت آتی داری و این آتی داریش خیلی بزرگه و بریم طرف نانو تکنولوژی. صنعت سوم بایو تکنولوژی. صنعت چهارم صنایع انرژی مثل سولار سلز، سلهای آفتابی، یا صنایع بادی که با باد برق درست کنه. تمام اینا یه طرف، یک جاده باید درست بشه از شمال به جنوب، از بندر ترکمن به بندر عباس، با ترانسفر نفت و گاز به جنوب و آب به شمال. به علاوه باید ما بیاییم بحر خزر رو وصل کنیم به دریاچه ارومیه یا رضاییه که اسمش قدیمش بود ارومیه. در ایران صنایع راحتی رو ما میتونیم بزنیم، مثل صنایع پرورش ماهی، صنایع تولید بذرهای مثل سویا، مثل الیو، روغن زیتون و غیر ذالک. من اینا رو به طور خلاصه گفتم، ولی پایه و اساس اینه که ما در سال 1000 تا پروفسور درست کنیم. این رو من به انگلیسی خدمتتون تقدیم میکنم، ببخشید اگر من بعضی جاها نتونم خوب خدمتتون باشم، عذر میخوام. من میتونم بیشتر راجع به صنعت توضیح بدم، ولی وقت این ویدیوها محدوده، به این جهت عذر میخوام. The industries of Iran are about 35-40% are not working or idle. The reasons are a lot. One of the main reasons is that the Iranian economy is importing a lot of products from China, from India, from Russia, etc. This must be stopped so that we can put also import tax, and this money we can pay a subsidy to all productions. The constructive machine production in Iran is not existing, as I have learned in Germany. This we can do easily in Iran. I have professors who are ready to do that because they love Iran and because they want to do, give me a good service. In the other side, we have to look about the workforces. Iranian workers are unhappy because they have not received, and they are not receiving enough money for the minimum standard of life. The government must stop the policy of 20%, 30% of interest rate. This has done Mr. Ahmadinejad very good. I admire Mr. Ahmadinejad for this point.
This is very, very fantastic point that Ahmadinejad has done. Mr. Ahmadinejad must come down with interest rates and make also two different interest rates. One for the poor people, half interest, let's say if it is 9% or 10%, or 0.5%, 5%, something like that. The 16%, as it is now, they receive 8%. On the other hand, we have to subsidize or export or give premium to the producers so that export of Iran will come up. New industries like nanotechnology, biotechnology, and especially IT, because Iranians have IT brain, must be done in 10 different places, locations. We must send 1,000 prof doctors to be upgraded in Europe, in America, in Canada, for different subjects, who will come back and will be reintegrated in Iranian academic cycle. This we must do immediately. I tell it in German very short. Momentan sind iranische Industrie about 35-40% im Stillstand, die produzieren nicht, weil es gibt viel importiert von China, von Indien etc. Das muss gestoppt werden. Iran muss 10 erstklassige Universitäten in besten Lagen aufbauen für Applied Research, für Industrie. Und das können wir nur machen, wenn wir erstmal 1000 fertige Doktoringenieure nach Ausland schicken, upgraden, wieder zurückbringen in den Iran. Da müssen wir fokussieren auf bestimmte Industrien, bestimmte Technologien wie Nanotechnologie, wie IT. Iran haben IT-Hirne. Und im Bereich Biotechnologie. Iran kann sehr gut zum Beispiel Speiseöl produzieren, Speiseöl exportieren. Iran kann sehr gut IT exportieren und Fischzucht machen. Diese Bereiche im Iran müssen gefördert werden und iranische Erdölgelder, die in irgendwelche unbekannte Kanäle gehen, das muss gestoppt werden. Und gerade diese Gelder müssen 5-10% von Erdöl und Erdgas in Richtung von iranischem Bildungswesen eingesetzt werden. Und es muss aufgehört werden mit Azad Universities. Diese Azad Universities, also Azad Universitäten, sind lauer Standard und die bringen nichts. Das bringt nichts, wenn wir die Leute, deren Jugendlichen die Zeit nehmen, deren Leben wegnehmen, aber dafür ein Studium die machen, die nachher nicht produktiv ist für unsere Gesellschaft. Iran muss aufhören, die Sachen mit Religion und Wirtschaft und alles zu mischen. Diese Vermischung hat Europa verelendet im 17. und 18. Jahrhundert. Muss ein Säkularismus stattfinden. Das ist sogar für die Regierung lebensnotwendig. Andernfalls, ganz einfach, die Regierung fällt auseinander. Weil die Regierung muss um Regierungsgeschäfte, um Wirtschaft, Technologie kümmern, nicht um Religion. Religion ist etwas für sich selbst. Und wenn wir Geschäfte von Religion, von Technologie, von Soziologie, von alles mischen, daraus entsteht eine Frühlingssuppe und keine Wirtschaft, keine Technologie und am Ende auch keine Religion. Ich hoffe, dass dieser Anfang ist ein Anfang. Ich werde dann in anderen Vorträgen ins Detail gehen. Ich danke sehr. Karim Amigi. Karim Amigi.